مکارم شیرازی گفته که این قانون ازدواج با فرزند خوانده خلاف شرعه، اصلا خوب نیست. یعنی مکارم شیرازی الان لیبرال ترین آدمی که تو رژیمه. نمایندان بعضی سی داوه نوشتن که آقا مثلا ما از حقوق اصلی خودمون کوتاه نمیایم فلان حرفا اینا، بعد نوشتن که ما اگه اینجوری کنید ما اصلا از ام پی تی میایم بیرون. نمیدونه آقا از ام پی تی میایم بیرون. معاون رئیس جمهور هم گفته که ایران از مواضع صلح طلبانه و آزادی خواهانه کره شمالی دفاع میکنه. من دیشب تو مستی یه ایده خیلی خیلی باحالی به مغزم رسید. یه ایده دارم که سر کارمون یه خروس بیاریم، بعد خروس رو بدم با آرش. ولی الان هیچ چیزم فکر کنم بهتر اصلا در باید صحبت نکنم. این دفترچه که خواه خامنه میگیره هستش نیست؟ دقیقا هم یادم نره. آفرین آفرین. یه پروژه افتتاح شده، طرف مانده یه کارواش زده، اسمش پروژه پنج بلاویه. کارواش پنج بلاویه. من در نظر دارم که در آینده نزدیک کارواش سه به علاوه سه هم را بندازم تا سطح شهر. یه نفر رو با 46 کیلو تریاک گرفتن، گفتن که این 46 کیلو تریاک برایش 46 کیلو داریم. با تو ما این مصرف خودم و رفقامه، به مصرف خودم و چهار تا رفقام رفتم و بردم. بعد این یارو انصاری اومده تو تلویزیون گفته که خانواده خمینی همه ورزشکار. مقاله میخوام چه خبر داریم؟ چی چی باید تکمیل شدی که مگه نمیخوای؟ آدرس یارو رو چه باید ناطق کار بوده، حداد فوتبالیست بوده. حداد که فوتبالیسته، فوتبالیست. امام از خاطراتش گفته به آقای انصاری. خاطرات امام کجا بوده؟ تو هاشمی هست من امارو باش. ایشون ورزش میکردن با اینکه سرشون خیلی شلوغ بوده، در فواصل ملاقات ها میرفتن طبقه بالا، مربی رزمی داشتن. شوخی میکنم مربی رزمی داشتن، رزمی کارم. از فتوه های نواندیشانه و روشنفکرانه امام این بود که شطرنج رو روش فرض پیدا کرد. روش فرض پیدا کرد، پرتاب شطرنج حلال کرد. علی عزیزی Oi, cara, tá legal. Tá vivo, como é? سلام، من آرش صبحانی هستم. خوش اومدیم به برنامه آنتن از نیویورک به تهیه کنندگی سامان اربابی که اونجا تو اتاق فرمان مشغوله و بقیه بچه های تیم آنتن که کماف سابق اونجا مشغولن. در برنامه این هفته آنتن، محمود در دادگاه، کمیسر جنتی متهم میکند و قربانیان مینگذاری با مسیح علی‌نژاد. پلیس پایتخت خبر داد زمان دسترسی به مواد مخدر در تهران از 5 دقیقه تا 1 ساعت میباشد. سرعت تهیه بستگی به فاصله محل شما با بعضی افراد خاص داره. دعوای احمدی‌نژاد و لاریجانی ها به مرحله حذفی رسید. آنتن برای هر دو طرف آرزوی موفقیت میکنه. اسکلت یک دایناسور در انگلستان $800,000 به حراج گذاشته شد. تصور کنید چه ثروتی در مجلس خبرگان خوابیده. آلودگی شدید هوای تهران باعث تعطیلی مدارس شد. به کوری چشم دشمنان هوای تهران بیش از 20% غنی شده است. ما رکورد زدیم. و این هم بخش خبر برنامه. در هفته که گذشت رئیس بسیج جامعه زنان گفت شبکه‌های اجتماعی مانند فیسبوک به دنبال ترویج اباحه‌گری در ایران هستند. جناب مقام معظم، از شما دیگه بعید بودا. سپاه پاسداران شبکه تلویزیونی تأسیس می‌کنند و احتمالاً این شبکه 24 ساعت در روز فرازی پخش می‌کنه.
حزب الله لبنان با صدور بیانیه‌ای توافق هسته‌ای ایران را تبریک گفت. قربون دستت، پولای آزاد شده رو زودتر بفرست بیاد، بعد جوری گرفتاریم. التسريع الى الانزال البول في حساب البنك اللبناني فراوان التشكر. و دست آخر این که علی لاریجانی گفت بندهایی که به اقتصاد داخلی بسته شده بیشتر از تحریم ها مشکل ساز است. خوشبختانه من و داداشان بندبازای خوبی هستیم، وگرنه ما هم وضع مثل بقیه مردم میشده. هر چقدر دسترسی به اطلاعات گذشتتون زیادتر باشه، اتفاقاتی که در آینده میتونه بیفته تا حدودی قابل پیش بینی تر میشه. دونستن یه چیزایی کمک میکنه، شاید ماها یادمون نباشه ولی کسانی هستن تو همین مملکت الان، کسانی هستن که یادشونه سال 57 یادشونه، وقایع سال 42 یادشونه، اتفاقات 32 یادشونه و هنوز خیلی مسائل دیگه یادشونه. مسئله آخرم مسئله سومالیه، واقعا خواب را از چشم آدم میگیره، منظره وقتی آدم میبینن نمیتونه گریه نکنه. خوشبختانه به خاطر وجود افراد در رحم و رئوفی مثل ایشونه که حقوق بشر در ایران مو به مو داره رعایت میشه و کسی نمیتونه این قزم حقوق مردم رو پایمال کنه. اگه آقای خامنه ای رو سکاندار کشتی نظام بدونیم، آقای جنتی به نوعی دیدبان این کشتی هستن. شاید فقط اگه قدشون یکم بلندتر بود کشتی اینقدر به در دیوار و کوه یخ اینا نمیخورد، ولی خب ایشون کسی هستن که با شم بالایی که دارن آینده رو پیش بینی میکنن. شاید از خاطرتون رفته باشه ایشون چه دوستانه با مسئله حبس خانگی رهبران سبز برخورد کرد. دوستان هم هی درخواست میکنن برای محاکمه، اونا یه مسئله اندیشه قوه قضاییه باید مسئله اندیشه بکنه. و البته ایشون خودشون بلافاصله به خاطر تجربه بالایی که دارن یه سری گمان زنی میکنن، پیش بینی میکنن، پیشنهاد میکنن که قوه قضاییه چه کارایی میتونه بکنه. یه کاری که قوه قضاییه میتونه و من خیال میکنم در اندیشه از چه بکنه اینه که اینا رو از مردم به کلی ارتباطشون رو قطع کنه. در خونه اینا باید بسته بشه، رفت آمدها باید محدود بشه، نتونن پیام بدن، نتونن پیام بگیرن، تلفنشون باید قطع بشه، اینترنتشون باید قطع بشه، تو خونه خودشون زندانی بشن. دپارتمان تحقیقات آنتن یا همون آرشچیز تمام وبسایت‌های تمام قوه‌های تمام قضاییهای ایران رو جستجو کرد و تمام قانون اساسی ایران رو به 7 زبان مختلف خوند و هیچ جا ندید که نوشته باشه کسی رو میشه بدون دادگاه از طریق تریبون نماز جمعه محاکمه کرد و براش حکم صادر کرد. این کار نقض قانون اساسیه. ولی اینکه آقای جنتی میاد این کارو میکنه، خب ایشون دبیر شورای نگهبانه که کارش حفاظت از قانون اساسیه. ایشون بهتر میدونه، یا مثلا همه به این اصطلاح حقوقدانا. اینکه فکر کنیم خدایی نکرده دبیر تشکیلاتی که فلسفه وجودیش نگهبانی از قانون اساسی است، خودش قانون رو داره نقض میکنه، این عین حماقته. واقعا سفاهت و حماقت حد و مرزی نداره. هزار روز از تحقق پیشبینی ایشون در حبس خانگی رهبران جنبش سبز میذاره. من هنوز میگم ما باید خدا رو شکر کنیم که ایشون علیرغم جسه کوچکشون دلشون انقدر گنده است. وگرنه اگه به خاطر رأفت ایشون نبود معلوم نبود چی میشد. که اگر نبود رأفت اسلامی، رفت فوق‌العاده اسلامی، اینا باید اعدام می‌شدن. اعدام؟ خدا رو شکر که این رأفت رو داریم. با اینکه پایان رأفته، نه یه رفت، همین که اعدام نشدن کافیه. حالا یه عده بعدی میگن خب اینا باید محاکمه می‌شدن اول، بعدش معلوم نیست الان شرایطشون چیه. ولی الان محبوس شدن در خانه خودشون، تو خانه خودشون امکاناتشون رو دارن، وسایل زندگیشون دارن، تلویزیونشون رو دارن، رفاهیاتشون رو دارن، منتهاش در خانه خودشون محدود هستن. یعنی به نظر ایشون که کمترین مجازاتی که میتونه تصور کنه اعدامه، بچهش نمره 19 بگیره اعدامش میکنه. همین که اینا زنده هستن نظام بهشون حال نده یه جوری. نظام منت بر سر اینا گذاشته، گفته بمونید زنده باشید، تو خونه خودتون هم باشید و بهداشتتون هم رعایت بکنید. بهداشت رعایت کنید دیگه چی میخوانه؟ به منظور بررسی امکاناتی که خانم زهرا رهنورد و آقای موسوی و آقای کروبی دارن، خبرنگار ارشد کارشناس رأفت نظام سامان اربابی الان به صورت زنده در کوچه اختر هستش. سامان، اوضاع اونجا چطوره؟ عالیه آرش، اوضاع عالیه. اینجا تنها جای تهرانه که حتی هواش هم مسئولین یه کاری کردن که مثل هوای بقیه جای تهران آلوده نباشه و تنها جایی است که میشه آسمون هم حتی دید. سامان، تو اولین خبرنگاری هستی که تونستی داخل منزل موسوی و کروبی بشی. چطور بود برای داخل شدن سختگیری میکردن؟
برای داخل شدن نه، ولی موقع خروج مأمورین با رأفت نظام یه چند جام گاز گرفتن. آرش سامان تونستی فیلمو گزارشم تهیه کنی؟ با خودشون نتونستم صحبت کنم آرش، ولی از شرایط زندگیشون یه چند تا عکسی بهم اجازه دادن بگیرم که تونستم براتون یه گزارشی تهیه کنم. بریم با هم ببینیم آرش. بعد از چند متر که درون حیاط خانه آقای موسوی قدم می‌ذارید، مبل راحتی دیده می‌شود که ایشون هر روز با یک لیوان کافه گلاسه قندپهلو روش می‌شینن و در حال خوندن 17 نسخه روزنامه کیهان از نور آفتاب لذت می‌برند. کاری که آقای کروبی ترجیح می‌دهند در باغچه خود زیر سایه انجام دهند. بعد از ورود به داخل خانه، فوری متوجه می‌شوید که خانه هر دو آقایان سقف هم دارد. زیر همین سقف آشپزخانه خانم رهنورد مجهز به مایکروفری هست که ایشون صبح تا شب سعی میکنن فرکانس موج کوتاه رادیو فردا را روش بگیرند. آقای کروبی هم مجهز به یک دیگ زودپز هستند که با آن ریش خود را اصلاح میکنند. این هم دستگاه ایمنی هست تا خدا نکرده اتفاقی برای ایشان نیفتد. از آشپزخانه به راهرو که وارد می شوید، پنجره‌ای رو به منظره دودهای شمال تهران دیده می شود. به مهمانخانه گرم و پر از تنقلات خانم رهنورد که می رسید، اولین چیزی که به چشم می آید، سیستم پیشرفته داخلی کنترل حرارت و دو دست تلویزیون برای لذت خانم رهنورد و آقای موسوی از برنامه‌های صدا و سیما و سخنان آقای جنتی وجود دارد. آقای کروبی از وقتی که تنها شدن بیشتر در اتاق کار خود سر خود را با ویدیو گیم گرم می کنند، ولی خانم رهنورد همچنان مشغول و فعال به نقاشی و کارهای هنری خود در خانه خود هستند. به دستشویی آقای کروبی که وارد می شوید، می بینید که ایشون چراغ هم دارند که با نور این چراغ رخت های خود را خشک می کنند. دستشویی آقای موسوی و خانم رهنورد هم پر از وسایل بهداشت است، مثل روزنامه کیهان، نخ دندان و مسواک. آقای کروبی چون تنها هستند فقط یک مسواک دارند. امیدوارم از تور خانه آقایان موسوی و کروبی لذت برده باشید. بهداشت خود را رعایت کنید. هفته گذشته دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور 63% محبوب سابق که به دادگاه احضار شده بود از حضور در دادگاه خودداری کرد تا نشون بده واقعا چقدر قانون مدارترین رئیس جمهور پاکترین دولت کشور قوه قضاییه رو جدی میگیره. اما این باعث نشد تا رئیس جمهور محبوب جدید دکتر حسن روحانی که سرهنگ نیست ولی حقوقدان هست، در تلویزیون جلوی چشم 600 میلیون نفر آقای احمدی نژاد رو روی صندلی متهم نشونه. آقای روحانی در مورد اقتصاد گفتند: از دولت گذشته چه ارثی به ما رسید و ما با اون ارث کار رو شروع کردیم و آغاز کردیم. سرمایه‌اش بالای 50 میلیارد تومان صندوق توسعه. بله، این هدیه این دولت برای دولت‌های بعد. دولت با یک خزانه خالی با انبوهی از بدهکاری مواجه بوده است. حالا این خیلی دیگه جای کف نیست الان. آقای روحانی ادامه دادن: من با اولین مشکلی که مواجه شدم شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. کشور از لحاظ کالاهای اساسی و از جمله گندم دچار مشکل هست. یک گزارشی به دست من رسید که در یکی از استانها گندم فقط برای 3 روز در سیلو وجود داره. کالاهای اساسی کشور همه ذخیره کردیم و همین الان تا 3-4 ماه ذخیره ما داریم که خب همینطور هم میاد کالا. البته دیگه کالا هر روز کشتی میاد داره که اینم ذخیره کردن برای دولت بعد. آقای دکتر روحانی گفتند: شما در سال 91 میبینید که ما شرایط رشد ما منهای 5.8 هست و از اون طرف تورم ما بالای 30% هست
و در اون شرایطی که ما دولت رو تحویل گرفتیم شرایطی بود که تورم بالای 40% بود. اما الان حد اکثر حرفی که میتونن بزنن میگن یه خود تورم درست شده، رشد اقتصادی ایران کاهش پیدا کرده. صندوق ملل پول گفتش که رشد اقتصادی منفی شده که اینم اطلاعاتش غلط بود. دکتر روحانی فرمودن پروژه های عمرانی که در کشور ما الان پهن شده، کلنگ زده شده، شروع شده، بخشیش اجرا شده، 400,000 میلیارد تومان تعهده، یعنی سالیان دراز. این پروژه ها الان به سرعت رفت، خیلیش افتتاح کردیم، فکر کنم برای یه سال یه سال و نیم بعدم پروژه برای افتتاح هست. امسال که در اون 5 ماهی که دولت قبلی بوده در بخش عمرانی 3% منابع تعهد بوده، از 100% 3% 98%، 92%، 85% همینطوری برای افتتاح هست. انشالله میان و افتتاح خواهد. این برای اولین بار، یعنی ما آمده این بار سنگین رو دوش دولت بعدی برداشتیم. ایشون گفتن پولدارترین دولت بوده، متاسفانه بدهکارترین دولت بود. ما داریم یه دولتی تحویل میدیم که هیچ بدهی نداره. میبینین که در جمهوری اسلامی حقیقت نه تنها نسبیه، بلکه انقدر نسبیه که ریاضیات هم توش نسبیه، عدد و رقم هم توش نسبیه. یعنی همون عددهایی که مایه افتخار بود در یک دوره، در یک دوره دیگه یه جور دیگه مایه سرشکستگیه. محصل بحث اینه که اگه شرایط اقتصادی مملکت امروز خرابه، هیچ ربطی به نظام نداره، تقصیر یه نفره، یه فرد، یه نفر، یه بابایی که با ندونم کاری خودش شخصا این بلا رو سر اقتصاد آورده. یه نفری، البته این یه نفر یه موقعی آدم کمی نبود، ایشون یه موقعی نظرشون خیلی ارزش داشت. به نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. به قسمت خبرساز برنامه میریم با مسیح علی نژاد. مسیح چطوری؟ بعد از 2 هفته چی داری برامون؟ سلام آرش و سلام بر همه شما که با ما همراهید. راستش بعد از 2 هفته تصمیم گرفتم که ببرمتون به شهرها و مرزهای آلوده به مین. در 5 استان مرزی کشور، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و خوزستان، قاتل خفته‌ای به نام مین برای کشاورزان، دامداران، کودکان، زنان و مردان و حتی دام‌های اهالی این روستا هم آشناست. اخیراً یکی از شهروندان اهل ایلام بر اثر انفجار مین در مرز سردشت در استان آذربایجان غربی درگذشت، اما پیشتر 7 کودک در حین بازی در مریوان از مین‌های خونسا نشده آسیب دیدند که یکی از همین کودکان پاهاش رو از دست داد. والا 7 تا بچه بودن پشت سر آبادی، یه مین بود که رفته بودن اونجا بازی کنن. بله. مین منفجر شده بود. برادرزادم تو انفجار بود. چه اتفاقی برای برادرزادت افتاد؟ والا زخمی شده، نمیتونست نزدیک ما راه بره. خب اون منطقه که بچه ها میرن آیا میدونن که اونجا مین هست؟ نمیدونن که اونجا مین هست، اونجا برای بازی رفته بودن. من به کمک انجمن حقوق بشر کردستان ایران در ژنو تونستم فقط با گروهی از مصدومین مین آشنا بشم. گفتنی های زیادی دارن از اینکه چگونه مین زندگی خودشون و اعضای خانوادهشون رو دگرگون میکنه. بشنوید صدای پدر بزرگی که نوش یکی از 7 کودک قربانی شده در حادثه انفجار مین بوده. اخیرا والا همون چه بگن، تمام بدنش آسیب دیده، از رو دیده، دیگه نمیشه من بگم. از پیرمرد میپرسم آیا تا کنون برای پاکسازی مینهایی که 25 سال پیش اینجا جا گذاشته بودن کسی به روستاهاشون سرکشی کرده؟ بعد از این منفجر، این منفجر شد، خیلی آمدن، خیلی جمع کردن خانم، از طرف دولت اومدن نیمه رو جمع کردن. شما بهشون گفتین که چرا قبل از اینکه اتفاق برای بچه‌هاتون بیفته جمع نکردین؟ گفتیم چرا بابا این میما را که آوردین اینجا، چرا واقع خودتون رفتی به خودتون نبردین؟ دیگه اون به حرف ما میخندیدن. من از نماینده مریوان و حقیقتا تشکر میکنم، چون زحمت کشید در فکر بچه‌های ما بود. خدا شاید اگر اون نبود تمام خرج بیمارستان میذاشتن روی گردن پدر بچه‌ها. خدا شاید. بعد از این پاسخ قدرشناسانه پیرمرد از او سراغ مسئولان دیگر دولت و بنیاد جانبازان رو میگیرم و میپرسم که آیا برای پیگیری مشکلات آتی این بچه ها هم قرار شده کمک های صورت بگیره؟ دیگه کمک دیگه واسه این بچه ها نبه خدا، ما هیچی، من که بدر بزرگ بینشدی های مقدم نبه خدا هیچی ندیدم. خب عذرخواهی کردن، دلجویی کردن، چی گفتن به شما؟ نه بابا چه عذرخواهی، نه والا گفتن تا
چرا اینطور شده؟ اینو گفت. میگفت چرا بچه ها ویل کردی؟ خوب بچه چیکارش کنی؟ خوب جوجه نیستی بذاری توی لانه خودش. سراغ مردی میرم که سالها پیش یکی از پاهاش رو روی یکی از همین مینها از دست داد. بشنویم وقتی مقصر رو خود مصدومین اعلام میکنن چه مشکلاتی براشون پیش میاد. مشغول چوبانی بودن در مغزه خیش. این مین بر اثر بارانه ناشه سیل و سیلاب و برف و اونا اومده مغزه کشاورزی. منم در عین چوبانی رفتم روی مین و پیام از دست دادم. سال 69 بوده. روستای قلعه رش. آمار دارین که در روستای شما برای چند نفر یه همچین اتفاقی رخ داده تا کنون؟ تقریبا بالای 6 یا 7 نفر هستن که متاسفانه هیچ کدومشون جانباز نشدن. همهشون به دلیل اینکه گفتن شما سهلنگار بودید وابسته به ماده 2 پرونده جانباشیشون مسدود کردن تحویل کمیته امداد دادن. پس مسی وقتی پرونده اینا به کمیته امداد میره اینا در واقع ماهانه کمکی دریافت میکنن؟ بله آرش، از زبان خود مصدومین بشنویم که این کمک مبلغش چقدر هست. کسانی که اصلا اگر عضو جانبازی محسوب نشن و روی مین رفتن اونا چقدر میگیرن؟ اونا معمولا پروندهشون به عنوان اون کسانی که به اصطلاح پرندهشون مسئول شده رفته کمیته ماهی 30 تومن 35 تومن 40 تومن میگیرن. در خلای پاسخگوی دولت یک سازمان غیر دولتی هم در داخل ایران وارد عمل شده بود به نام کانون مشارکت در پاکسازی مین با مدیریت خانم شیرین عبادی که قرار بود به قربانیان مین کمک کنه. در تیر ماه سال 1383 از طرف کانون مشارکت در پاکسازی مین دعوتنامه به دستم رسید که سرپرست این کانون سرکار خانم شیرین عبادی بود. در اون یک همایشی برگزار کردن که منم در اون همایش شرکت کردم. تنها یک برخورد مهربانانه و نسبتا مهربانانه با ما شد، دیگه فراموش شدیم و متاسفانه این کانون بعد از این گرد همایی دیگه ما را فراموش کرد و خبری ازشون نداشتیم. و اما چرا امید این قربانیان به کمک هایی که قرار بود از طریق یک سازمان غیر دولتی صورت بگیره هم ناامید شد؟ دلیلش رو از خود خانم شیرین عبادی میپرسم. متاسفانه این انجو هنگام یورش مامورین امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر بسته شد. دفتر کانون مشارکت برای پاکسازی مین در همان آپارتمانی بود که کانون مدافعان حقوق بشر قرار داشت و این آپارتمان رو من با پول جایزه صلح نوبل خریده بودم. وقتی که مامورین امنیتی یورش آوردند تمام اسناد و مدارک رو بردند. یعنی در حقیقت یک انجیوی مردمی، یک نهاد مردمی که فقط هدفش کمک به مصدومین مین و اطلاع رسانی در این زمینه بود با یورش مامورین امنیتی بسته شد بدون مجوز قانونی، بدون حکم دادگاه. اما مرکز حامیان حقوق بشر به ریاست خانم عبادی حالا فرسنگاتور از ایران گزارش مفصلی در این مورد منتشر کرده که بر اساس این گزارش آلودگی زمین‌های کشاورزی به مین در مناطق مرزی رو یکی از دلایلی عنوان می‌کنه که اهالی این روستا مجبورن کولبری کنن. حالا حدود 3 میلیون هکتار از اراضی ایران همچنان پاکسازی نشده و مین کماکان در کمین شهروندانه، نه در زمان جنگ بلکه در زمان صلح. قرار ما جمعه دیگر و خبرسازی دیگر. حکم حکومتی. آقای لاریجانی گفتن ایران مهد دموکراسی منطقه است. مهد دموکراسی منطقه. کدوم منطقه؟ حکم حکومتی. آقای لاریجانی باید بفهمه هر چقدر حرفای پرت و پلا بزنه نمیتونه جای خالی آقای محمود احمدی نژاد رو برای ما پر کنه. ایشون یک چیز دیگه بودن. هر چقدرم که شما لازم فیزیکتون جذابیت خاص خودتون داشته باشید، آقای لاریجانی دکتر احمدی نژاد چیز دیگه. حکم حکومتی هفته. شما هیچ وقت فکر نمی‌کنید که یه کارمند، یه معلم، یه راننده، یه نونوا، یه بقال که دارن کارشون رو می‌کنن قهرمان ملی هستن. عکسشون رو تم چاپ نمی‌کنن. فدایی پیدا نمی‌کنن. کسی خودشو براشون نمی‌کشه، شعر عاشقانه براشون نمی‌نویسه. چون دارن کارشون رو می‌کنن. ولی یه سیاستمدار که کار خودش رو انجام میده، برای ما یه قهرمان میشه. و هیچ وقت هیچ چیز دیگه‌شو نمی‌شه نه نقد کرد، نه زیر سوال برد، یا حتی باهاش شوخی کرد. درسته شاید تصمیمات سیاستمدار تأثیرش روی زندگی خیلی ها باشه و تو آیندم ادامه داشته باشه این تصمیم، ولی بازم آخر سر اون یه آدمه مثل همه ما. اجازه بدیم برگردیم به عقب، زمان زلقی ها و رجب علی ها. ما مورد هجوم زلقی ها بودیم، مورد هجوم رجب علی ها بودیم. بله ایشون سال 57 خیلی میگن اگه مردم با افکار آقای خمینی آشنا بودن شاید اینجوری دنبالش رو نمیافتادن. انقلاب و جنگ نمیدن
خیلی روشنفکران اون دوره رو نقد میکنن که بابا چرا نیومدین بگین ایشون در مورد حقوق زنان، در مورد هنر و آزادی بیان این حرفا چجوری فکر میکنن و باعث شدید مردم از ایشون پیروی کنن و اینجوری بشه که اینجوری شد. از اون طرف خیلی از روشنفکران میگفتن بابا کسی جرئت نمیکرد حرف بزنه، اگه یه کلمه انتقاد یا سوالی از ایشون میکردی همه چی به حمله میکردن. که حالا بیایم به امروز، خیلی از ایران از اینکه آقای ظریف به توافقی با غرب رسید که سایه جنگ رو از ایران دور کرده خوشحالن. خیلی هم خوب، آقای ظریف دمش هم گرم، همین که حاضر شده بره توی جلسه‌ای که تا قبلش این آدم اونجا میرفته، همین که بگه من اومدم جای این یارو، کار شجاعانه ای کرده. تازه وای به حال اینکه بره و توافق نامه ای رو هم امضا کنه که از بار روی دوش مردم کم کنه و به برنامه هسته ای ماجراجویانه معظم الله یه ترمزی بزنه. اما یه چیزی یادمون نره، یه سیاستمدار تا وقتی ارزش افکار عمومی رو درک کنه است که جهت منافع اکثریت حرکت میکنه. به محض اینکه حمایت ازش مطلق شد و احساس کرد مورد پرسش و نقد قرار نیست واقع بشه، مثل نمونه هایی که سراغ دارید، از اونجایی که اون هم مثل بقیه آدم و قدرت ماورا بشری نداره دوچار لغزش میشه. ساده تر بگم بابا هیچ کس فوق بشر نیست و همه سیاستمدارا رو باید بهشون بشه خندید، گیر داد، نقد کرد، پرسش کرد، وگرنه خودمون داریم با دستای خودمون دیکتاتور درست میکنیم. بهترین آدما رو وقتی بهشون قدرت مطلق بدی فاسدشون میکنی. انتقاد، شوخی و پرسش از آقای ظریف معنیش این نیست که به ناموس کسی توهین شده یا مقدسات زیر سوال رفته یا باید کفن بپوشیم را بفتیم بریم نبخونه کسی، نه. انتقاد و شوخی با یه سیاستمدار باعث میشه اونم بیاد روی زمین و از جنس ماها بشه. اگه 34 سال پیش عکس آقای خمینی رو تو ماه نمیدیدن، سرنوشت امروز ما فرق می‌کرد. قطب حکومتی، عکس هیچ کس امروز تو ماه نیست. هیچ کس فوق بشر نیست و به قول معروف بیچاره ملتی است که احتیاج به قهرمان داره. حکم حکومتی، تحمل شوخی و نقد سیاستمدارها مرزهای آزاد اندیشه یک ملت رو نشون میده. دوستان این صفحه فیسبوک برنامه است، به اینجا سر بزنید، برنامه رو از اینجا میتونید دانلود کنید و خیلی کارهای دیگه. با ما در تماس بمونید. دمتون گرم، دمتون گرم. پیامهای شما، حرفهای شما مثل باد میمونه، مثل باد میشه میره تو موهای من، مثل حرف میشه میره تو گوشای من، مثل فکر میشه میره توی کلم. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خام چی، من چی دارم میام قاطی کردم. علی عظیمی اومد اینجا این آهنگشو خوند رفت تو کله ما، دیگه بیرون نمیاد. من آرش صبحانی به همراه سامان اربابی تهیه کننده برنامه و دیگر بچه تیم آنتن تا برنامه بعد با شما خداحافظی میکنیم. شب بخیر. مشکلم بخت بد و تلخی ایام نیست، مشکلم پوشوندن پینه دستام نیست، مشکلم نون نیست، آب نیست، برق نیست، مشکلم شکستن تلسم تنهایی است. عاشقون است یک روزی هم حل میشه، یا که از بارش زانوی من خم میشه. زنهار زنهار که من باد میشم میرم تو موهات، حرف میشم میرم تو گوشات، فکر میشم میرم تو کلت، من بنز میشم میرم زیر پات، فقر میشم میرم تو جیبات، گرگ میشم میرم تو گلت. طرفدار داری، همه تو رو دوست دارن و ذهن گرفتار داری. دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم، دمتم گرم. نزدیک میشم، دور میشم، بلکه مقبول در این راه پر از استرس و وصله ناجور بشم. اینه قصم، اینه قصم، اینه قصم. من برق میشم میرم تو چشمان، عشق میشم میرم رو گونت، زوف میشم میام رو شونت، من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبهات، دود میشم میرم تو ریت. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه،
ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه. ای بخت سراغ من بیا که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.